موسی یکی از بزرگترین نبی‌های عهد عتیق به حساب میاد. موسی وقتی می‌خواست با خدا حرف بزنه، به خیمه‌ای وارد می‌شد. هر وقت که وارد این خیمه می‌شد، ستون ابری فرود می‌آمد و به در خیمه می‌ایستاد و خدا با موسی رو در رو سخن می‌گفت، چنان که کسی با دوست خود سخن بگه. عجب صحنه عجیب و لذت بخشیه. نه؟ در یکی از ترجمه‌های کتاب مقدس اشاره میشه که موسی آن را خیمه ملاقات نام نهاد. لحظه‌ای به این فکر کنید. موسی میتونست اسم دیگه‌ای برای این خیمه انتخاب کنه، مثلا خیمه عبادت یا محل مقدس یا خانه خدا، ولی اسم خیلی صمیمی‌تر انتخاب کرد، خیمه ملاقات، جایی که خدا باهاش ملاقات میکرد. این مرا یاد حرف مسیح در کتاب مکاشفه میندازه که میگه اینک بر در ایستاده میکوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد میشوم. و اینجا مسیح میگه چه کار خواهم کرد؟ با وی شام خواهم خورد، اون نیز با من. فکر کنید امروز برای شام خداوند مهمون شام باشه، پر هیجان نیست؟ یا اینکه امروز برای صرف چای با عیسی مسیح قرار داشته باشید و با هم گپ بزنید. بذارید به شما یک حقیقت رو بگم. امروز خدا خیمه ملاقات خیلی بهتر و زیباتری پیدا کرده و آن دل شماست. در مسیح خدا به شما دلی نو و پاک داده. همچنان که مسیح گفت خوشا به حال شما پاک دلان، زیرا می توانید خداوند را ببینید. آیا می دونید ابر جلال و شکوه او همکنون در دل و روح شما حاضره؟ چرا از حضور لذت نبرید؟ بهتون خبر رسیده که اصلا خدا نقل مکان کرده؟ آدرس جدیدش میدونین کجاست؟ شما کجا هستید؟ او همانجاست. او از این آدرس جدید خیلی هم راضیه. کتاب مقدس میگه اینک مسکن خدا با آدمیان است و او با آنها ساکن خواهد شد. خبر خوش اینه که این دوستی و حضور خداوند در دل ما هیچ وقت از ما دور نمیشه، همیشه ثابت و ماندگاره. آره، حتی وقتی گناه میکنیم رابطه ما با خدا قطع نمیشه. فکر نکنید وقتی که گناه کردید خدا میگه الان دیگه وقتشه که برم، خدا نگهدار شما، بدرود. نه، او دوست بسیار وفاداریه. از آن روزی که به مسیح ایمان آوردیم هیچ چیزی نمیتونه مانع رابطه ما با خدا بشه. خود مسیح گناهان ما رو پاک کرده. او خودش مجازات و محکومیت تمام گناهان ما رو به گردن گرفته و هیچ وقت ما رو محکوم نمی کنن. هیچ چیزی نه در آسمان و نه در زمین نمیتونه محبت و علاقه خدا رو از ما جدا کنه. خدا تصمیم گرفته ما را دوست داشته باشه و از تصمیمش هم بر نمی گرده. میدونین چرا خدا هرگز ما رو ترک نمی کنه؟ چون وقتی بر روی صلیب مسیح گناه ما گشت، خداوند روی خود را از او برگرداند و او را ترک کرد. مسیح روی صلیب گفت خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ بذارید اینطور بگم، از آغاز تا آخر ابدیت این اولین و تنها بار بود که پدر روی خود را از فرزندش برگرداند. مسیح ترک شد تا ما پذیرفته شویم، او رد شد تا ما مقبول شویم. مسیح تاوان و مجازات تمام گناهان ما را تمام و کمال پرداخت کرد. بنابراین هیچ دلیلی نمونده که پدر آسمانی روی خودش را از ما برگردونه. حتی میشه گفت پدر آسمانی همیشه دنبال بهانه‌ای بود که با ما در یک خانه زندگی کنه و مسیح این بهانه رو به او داد. او تمام موانع و گناهان ما رو برداشت که دیگر هیچ دلیلی برای جدایی نباشه. هم اکنون با این شناختی که از خداوند دارید میتونید با اطمینان نزد تخت فیض او بروید و در این خیمه ملاقات این انتظار رو داشته باشید که چهره پرمحبت و خندان پدر آسمانیتون رو میبینید.